سلام بینندگان عزیز، سرخطی خبر هست از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. در 10 دقیقه بعدی درباره آخرین خبرها از خورور نارضایت حزب اپوزیسیونی قرغیزستان است، نتیجه های انتخابات و اولین معلومات درباره اومیکرون صحبت میکنیم که شکل نوی کرونا ویروس است و علاقه در اروپا هم آشکار شده است. بعد ختم نمایش‌های اعتراضی در شهر خورور مقامات گفتند برای سنجش ارزیابی و حل و فصل حادثه‌های 25 تا 28 نویبر دست بکار می شوند. در اصارات که روز 29 نویبر خبرگزاری رسمی خوار نشر کرد، گفته می شود که موضوع گردی همایی غیری قانونی که به قول مقامات از جانب بعضی گروه های منفیت دار تشکیل شده بود، از جانب پراکوراتورا و در همکاری با جامعه شهروندی بر اساس قانون های تاجیکستان بررسی می شود. روز 25 نویبر مرگ یک ساکن ناحیه رشتقلا در شرایط مرموز مایه خشم ساکنان محله شد. مقامات گفتند که گلبدین زیابیکوف در جنایت گمان بر بود و هنگامی بازداشت مقابلیت مسلحانه نشان داد، ولی خویشاوندانش میگویند که زیابیکوف را از تیر توفان کشتند. به گفته مقامات و همفعالان جامعه شهروندی، روز دوشنبه وضعیت در شهر خورور به حالت معمولی برگشت. روز یکشنبه ده‌ها نمایندگان جامعه شهروندی با مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان مذاکرات برپا کردند که 10 ساعت دوام کرد. تحولات دیگر در خورور و ولایت بدخشان را در ادامه روز پیگیری میکنیم. حزب اپوزیسیونی قرغیزستان نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی این کشور را که روز یکشنبه برپا شد رد کرده، کمیسیون مرکزی انتخابات را در تقلب عیبدار نمودند. شام 28 نویبر در یک نشست خبری در بیشکک رهبران 4 حزب سیاسی، اتمکان، حزب آزادی، سوسیال دموکرات ها و حزب وحدت قوم ها، از مقامات طلب کردند که نتیجه های انتخابات را بکار و انتخابات نو را برپا کنند. مخالفان کمیسیون انتخابات را در آن متهم کردند که در 40 دقیقه که کامپیوتر یا منیتور حساب و کتاب آواز ها از کار مانده بود، آواز ها گویا دزدیده و تقلب شدند. مقامات انتخاباتی گفتند که 122 هزار یا نزدیک 10% بیولتن به اعتبار دانسته می شود. نتیجه های پیشکی رسمی می گوید که 3 حزب رو به دولت برنده کلانترین انتخابات شدند و از 90 کرسی پارلمان 54 عددش نصیب حکومتی ها می شود. در میان آنها حزب های اتجورت، اعتماد و گرمانیا می باشند که از 10.5 تا بیش از 16.5% آوازها را به دست آوردند. 3 حزب دیگری به پارلمان نوبتی راه یافته از 5 تا 8% آوازها را گرفتند. کاخ سفید گفت که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن در باره نوع این نوی کرونا ویروس که با نام اومیکرون ثبت شده است، روز 29 نویبر یعنی امروز خبر می دهد. این در حالی است که چند کشور اروپایی علکی گفتند که در قلمرو آنها نوع این نوی کووید آشکار شده است. اومیکرون را کرونا ویروس آشکار شده در افریقای جنوبی می نامند که به خاطر اینکه بسیار زود سرایت می کند خطرناک است. ترسی مقامات و دانشمندان این است که اومیکرون با واکسینه های ضد کرونا ویروس تاب‌آور بوده، میتواند شخص ام شده را هم سرایت کند، ولی هنوز هم این نوع ویروس درست و پر آموخته نشده است. مقامات در افریقای جنوبی گفتند در کشور آنها بسیار بیمار شده ها جوانان می باشند. سرایت شناس کلونی آمریکایی انتونی فاوچی در یک صحبتش با پرزیدنت جو بایدن دیروز گفت که برای به دست آوردن اطلاعی پر و فراگیر درباره اومیکرون 2 هفته وقت لازم می شود. نظامیان پایگاه 201 روسیه که در تاجیکستان قرار دارند در موسم زمستان امسال تخمیناً 40 دوری تمرین های نظامی را برپا می کنند و مشق های نظامی آنها 1 دکبر شروع خواهند شد. در این باره امروز مقامات نظامی روسیه خبر دادند. در جریان این مشق ها از تکنیک نظامی از جمله هواپیما و چرخبال ها استفاده خواهد شد. مشق های پایگاه روسیه در میدان لاهور و سنبولا برپا می شود و در آن متخصصان نظامی ساحه حمایت رادیاسیونی، کیمیایی و بیولوژی، نظامیان بخش دفاعی ضد هوایی جلب می شوند. با تغییر قدرت در افغانستان که از ماه آگوست امسال زیر نظر طالبان گذشته است، نگرانی ها از احتمال بد شدن وضعیت امنیتی و تهدیدها
با کشورهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی هم بیشتر می شود. تاجیکستان یک عضو این سازمان است و با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. مقامات تاجیک گفتند که حکومت طالبان را اعتراف نمی کنند. نخست وزیر طالبان بعد بیش از 3 ماه غصب قدرت در افغانستان اولین بار با یک سخنرانیش از خود درک داد و گفت که حکومتش خواستار روابط نیک با کشورهای دیگر بوده از پی حل مشکلات اقتصادی می باشد. هم مؤسس طالبان ملا محمد حسن اخوند در یک پیام صدایی که روز 27 نویبر در تلویزیون دولتی افغانستان نشر شد در باره مسائل زیاد صحبت کرد. سخنرانی او 30 دقیقه دوام کرد و او گفت ما تمام کشورها را اطمینان می دهیم که با کارهای داخلی آنها دخالت نمی کنیم و خواستار رابطه های خوب اقتصادی با آنها هستیم. طالبان برابری ترک افغانستان کردن نیروهای بین المللی به رهبری امریکا قدرت را در این کشور به دست خود درآوردند و ملا خون گفت که طالبان وعده خود را اجرا کردند و آن هم بیرون کردن نیروهای خارجی از افغانستان و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. طالبان حالا در تلاش این هستند که بعد 12 ساله جنگ ها و رویارویی ها یک ماموریت عمل کننده بسازند. این کشور حالا با یک بحران بسیار سخت مالی، به قرب شوی پول ملی، بیکاری و هم اقتصادی ورشکسته دست به گریبان است. ملا اخوند در مراجعت به جامعه بین المللی درخواست کرد که در چنین شرایط به افغانستان کمک کنند. در جمهوری چخ مراسم تعیین نخست وزیری نو برپا شد. روز یکشنبه 28 نوامبر پرزیدنت این کشور میلوش زیمن را که چند روز پیش با کووید 19 آلوده شد به مراسم آوردند. زیمن در رسمی تعیین نخست وزیری نو جمهوری چخ پیتر فیالا اشتراک کرد. پرزیدنت چخ که دوام 6 هفته پیش از این از دردهای دیگر در بیمارخانه معالجه گرفته است، چند روز پیش به کرونا ویروس مبتلا شد. با مراسم تعیین سروزیر نوی کشور او را تیم کارمندان طبی با رعایت تمام معیارهای بخطری آورده بود. فیالا ائتلاف 5 حزب مرکز و رازگروی اپوزیسیونی را رهبری میکند. او در انتخابات ماه اکتبر امسال بر نخست وزیر اندری بابش و ائتلاف او پیروز شد. مبارزه با موج نوی کرونا ویروس که به مشکل رقم 1 بیمارخانه ها تبدیل شده است و هم مقابله با بحران انرژی از وظیفه های اساسی حکومت فیالا خواهد بود. 3 کشور ساحل بحری کسپی یا خزر سازشنامه کلان گاز را امضا کردند. مطبوعات ایران خبر داد که در حاشیه همایش اقتصادی که در شهر اشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد، روز 28 نوامبر ایران، آذربایجان و ترکمنستان سازشنامه انتقال 2 میلیارد متر کوبی گاز را در 1 سال امضا کردند. جواد اوجی وزیر نفت ایران با مطبوعات کشورش گفته است که بر اساس این سازشنامه ایران از ترکمنستان گاز طبیعی دریافت میکند و همین مقدار گاز را به آذربایجان میدهد. وزیر نفت ایران با ژورنالیستان گفته است که بر اساس سازشنامه 3 جانبه ترکمنستان همه روزه 5 تا 6 میلیون متر کوبی گاز را به آذربایجان میدهد. اوجی اینچنین گفت که ایران در تلاش حل کردن یک بحث درازمدت قرض گاز با ترکمنستان است. سالی 2016 اشق‌آباد ادعا کرد که ایران برای گاز از ترکمنستان به دست آوردهش 1.5 میلیارد دلار قرض دار است. ایران به این آمار راضی نشد. وزیر ایرانی گفت که کشورش به زودی به ترکمنستان بخش اول قرضش را برمیگرداند. مقامات افستریا یک گروه قاچاقچیان انسان را آشکار کردند که در انتقال غیر قانونی صدها مهاجران توسط خاک بالکان به اروپا گناهگار می شوند. پلیس گفت که در چند روز گذشته 15 نفر را با گمان قاچاق انسان بازداشت کردند و اینها شهروندان مالدوا، اوکراین و ازبکستان می باشند. اکثر آنها برای به آلمان رفتن آماده بودند. شبکه عظیم قاچاقچیان 700 نفر را به اروپا وارد کرده، از هر یک نفرشان از 4 تا 5 هزار یورو پول گرفته است. درآمد عمومی این گروه 2.5 میلیون یورو را تشکیل داده است. دوستان گرامی، اکنون برای
شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می دهم. امروز 29 نوامبر 1 دلار 11 سومانی و 29 درهم و 1 یورو 12 سومانی و 75 درهم تعیین شده است. قرب 1000 روبل روسی با 149 سومانی و 60 درهم برابر می باشد که نسبت دیروز کمتر است. بینندگان عزیز، 10 دقیقه ای که در اختیار داشتیم و پایان می رسد، خبرهای دیگر را در برنامه اخباری آزادی پیشکش شما خواهیم کرد. برایتون روزی خوب تمنا میکنیم.